يعني بوتش اكل دوستان واقعا سخن رو به حد اعلا رسوندن از نظر توضیح مسائل و از جناب آقای هم مدیریت بسیار بسیار خوبی انجام میدن و ده دقیقه وقت من دارم میمونه که ده دقیقش قبلا خرج کردم دوباره خرج کردم حضور فرمودم که جناب شریعت مداری فرمودن که این آقایون اقتصادتون هستن که این برنامه رو نوشتن همونجا پشت من لرزید برای اینکه اقتصادتون ها دست کمی از آخوندها ندارن یه مسئله هست که این اقتصادتون ها هر وقت سالی ازشون بکنید میگن اردوان هست از یه طرف اینه از یه طرف اونجا دارن از طرف دیگه و مرحوم هیتلر یک دفعه گفت که من این تعداد اقتصادتون یه دستی میخوام که تکلیف رو روشن کنم خود اقتصادتون ها واقعا اینو میدونن که اون چه میگن اشکال اساسی داره میگن یه دفعه سه نفر دانشمند تو یک جزیره گیر کرده بودن خب اقتصادتون ها همه چیز رو بر پایه فرضیات میگذارن این سه نفر دانشمند یکیشون مهندس بود یکیشون فیزیکدان بود یکیشون اقتصاددان و کشتی اینا غرق شده بود و اونا اینجور خودشون به جزیره رسونده بودن از گرسنگی بعضشون خیلی فراکت بار بود تصادفا یه تصادف دیگه شد و چند تا قوطی کنسرو آب آورد به این جزیره‌ای که این دو علما درش پناهنده شده بودن منتها اینا در قوطی بازکن نداشتن گفتن خب ما سه تا دانشمند هستیم برخی راهی باید پیدا کنیم فیزیک دانه گفت که خب خیلی معلومه من در فیزیک میدونم که اگر شما یک شیئی را که در یک محیط بسته هست به اندازه کافی حرارت بدید این منفجر میشه پس بیاید یه آتیش درست کنیم اون قوطی ها میزنیم روش و این قوطی ها منفجر میشه مهندسه گفت بعد اون فیزیک دانه کار کن خرابه فایدهش چیه؟ برای اینکه غذا رو تمام جزیره پخش میشه اول روش یه به اصطلاح سرپوشی بود بعد یه چیزی درست میکنیم که وقتی منفجر شد غذا همونجا بمونه اقتصادتونه گفت فرض کنیم که ما درگوچی بازکن داشتیم حضور پنج کنم اقتصادتونه همه این کارا شده یه فرضیات آیون فرض کردن که اون مسائل بنیاد و ساختاری رو میشه کنار گذاشت این مثل همون فرض اون باباست که درگوچی بازکن نداشت شما نمیتونید اون مسائل کنار بگذارید ببینید مشکل اقتصاد ایران احمدی نژاد و حسن حسین نیستن مشکل نظام جمهوری اسلامی هست این نظام جمهوری اسلامی مال عهد بوقه مال وقتیه که با گدایی و سرقه دادن و این حرف ها از خمس و زکات و از این صحبت ها اقتصاد در اون همین هاست که برای یک جامعه بسیار بسیار عقب افتاده در صحرای نجد این کار ممکن بود مفید باشه ولی این ارتباطی با دنیای امروز نداره اینا تمام صحبت هایی که میکنن تمام فکر و ذکرشون اینه که مسائل اقتصادی ایران رو با فکر و با اون افکار عقب افتادهشون حل بکنن حالا کاش که فقط این بود اون مسائل ساختاری که آقایون کنار میگذارن ببینید چیه من دیگه لیست شیش تا از اینا رو فکرش کردم که آقایون میگه اینا رو میشه کنار بذار مثلا سهم دولت در اقتصاد این یکی از مسائل هستی که نمیخوام روش رو پردازم برای اینکه اجازه ندارن اینا کاره نیستن اینا به قول آقای خاتمی یه مش تدارکچی هست که چون اوضاع خراب بود و تحریم بود اینا آوردنشون سر کار فردا که بهشون احتیاج نداشته باشن همون جایی میرن که آقای خاتمی و اصلاح طلبا رفتن این رژیم با کسی شوخی نداره از همه موقعی که میخواد استفاده میکنه وقتی هم کارش تمومشون میذاره چون کنار خب پس سهم دولت در اقتصاد و آقایون مسئله ساختاری میدونن کنار میذاره استقلال بانک مرکزی بعد اینقدر راجع به موضوع نوشتن که سرکار خانم بهراد وقتی مقاله بهشون میرسه میگن این بابا باز استقلال بانک مرکزی ولی خب بازم لطف دارن و در کیهان آنلاین چاپ ولی این استقلال بانک مرکزی همه چیز مملکت رو واقعا اگر قرار بشه به دو تا مطلب خلاصه کنیم یکی همین استقلال بانک مرکزی این کشور آلمان که آلمان شد
فقط یک دلیل داره. دلیلش هم اینه که یک بار اینها گرفتار پول بی حساب شدن و اون بدبختی در سالهای پیست در اومد و بعد چه اینها رژیم هیتلر باشه، چه رژیم آقای کور، چه رژیم خانم مرکل، یک چیز از کلهشون بیرون نمیره و اون اینه که پول باید قرص باشه، پول باید محکم باشه. پول محکم یعنی چه؟ یعنی پولی که ارزش خریدش حفظ میشه. ارزش خرید پول چی از بین میبره؟ تورم. بنابراین اصل مهمه بوندسبانک که بعد هم به بانک مرکزی اروپا متبعه شد و هرچی هم فرانسوی ها بالا پایین بیان داروغان بکنن، زمین آسمون ریکی بکنن، بانک مرکزی اروپا پیرو بانک مرکزی آلمانه و محال تورم رو بیاره جانشین بیکاری بکنه. تورم از بیکاری هم بدتره. خب در ایران بانک مرکزی تا زمانی که مستقل نشه ما نمیتونیم روی استقلال ایران، روی پیشرفت اقتصاد ایران حساب بکنیم. پیشرفت اقتصاد ایران مدیون استقلال بانک مرکزی. این هم یکی از اون چیزهای ساختاریه که آقایون میگن خب به ما مربوط نیست. به ما گفتن شما در کار بزرگا دخالت نکنید. شما خودتون مشغول بکنید با همین حرفای پیش با افتاده که اصلا کلاس درس در آوردی حالا اومدید برای بقیه مینویسید و میگید. اینا درد مملکت دوا نمیکنه ولی درد نظام رو دوا میکنه، چون اون مسائل اساسی رو فعلا تا مدتی هم با این صحبت های اطرافی ها آقای روحانی سر مردم برکنه. یکی دیگه از این مسائلی که قابل بحث نمیدونم خصوصی سازی واقعیه. رژیم جمهوری اسلامی وقتی هم خواست خصوصی سازی بکنه چه کار کرد؟ اومد شرکت مخابرات رو گفت این باید خصوصی باشه. خب چند نفر خریدار داره؟ نگاه میکنن دو نفر خرید، دو خریدار بیشتر نداره. یکیش که در جلسه حاضر نشده پس میدیمش به سپاه پاسداران. این خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران بود که بزرگترین منبع درآمد. خب به این میگن اختصاصی سازی نه خصوصی سازی. اموال عمومی را اختصاصی میکنن میدن دست همپالکی های خودشون که یه روز لباس پاسداری میپوشن، یه روز وکیل مجلس میشن، یه روز دیگه میان از آقای احمدی نژاد رئیس جمهور میشن. این بازی بین خودشونه. با خود مصاحبه‌ای که اخیراً از پسر رفسنجانی منتشر شد گفت که میگه ما دموکراسی نداریم، ما بین خودمون دموکراسی داریم، خیلی هم مواظب به همدیگه هستیم، با بقیه مردم ما کاری نداریم، با اونا ما دموکراسی نداریم. واقعا راست میگن، اینا خوب به همدیگه میرسن، به همین دلیل هم موندن. خب اقتصاد خصوصی سازیشون هم که اونطوری تبدیل شد. مسئله بعدی ایجاد یک محیط مطمئن برای سرمایه گذاریه. شما این محیط مطمئن را چطوری میتونید به وجود بیارید؟ اول باید قوانین مملکت عوض بشه. قوانین مملکت باید اون اطمینان خاطر رو به سرمایه گذار بده که وقتی اومد و سرمایه گذاری کرد فردا یه آخون با یک تیکه کاغذ پیش با افتاده فرمان مصادرهش رو صادر نمیکنه که اون هم به چه جزء اموال آقای خامنه ای بره جزء صندوق امامشون که امروز به قول رویترز 95 میلیارد دلار اون شرکت هایی است که رویترز تونسته بره پیدا بکنه و روش قیمت بگذاره و شاید درآمد ثروت واقعی آقای خامنه ای از این صندوق مصادره اموال مردم از 95 میلیارد دلار هم خیلی بیشتر باشه. شما تصور بکنید آقایی که با نعلین میره ارتش استان میبینه امروز به قول خودش 95 میلیارد دلار از اموال ملت و دولت دست شخص آقای خامنه ای واقعا انقلاب کرده. باید جایزه نوبل بدن به اونایی که انقلاب کرده. مسئله بعدیش مسئله استقرار یک سیستم قضایی سالمه. شما تا اینا رو نداشته باشید، شما الان نگاه بکنید ببینید در چه کشورهای مردم میرن سرمایه گذاری میکنن. آیا کسی حاضر بود در چین کمونیست سرمایه گذاری بکنه یا در روسیه شوروی سرمایه گذاری بکنه؟ مسلمه نبود. نتیجه چی بود؟ نتیجه فقر بود در روسیه و در چین. امروز که این ممالک
قوانین درست دارن. سرمایه گذار مطمئن هست که قوانین به نفع این و اون تغییر نمی کنه و شامل کار همه مشمول اون قوانین میشن. ببینید وضع چین چه شده. روسیه میگه از شر آقای پوتین راحت بشه، مطمئن باشید خیلی از چین هم جلو خواهد افتاد. این ممالک، هندوستان، هر کشور رو که شما میخواید ببینید، مسئله عقب ماندگی و عقب افتادگی هیچ ارتباطی به کمبود سرمایه نداشت. مسئله اساسی اون ساختار اقتصادی بود که مردم بتونن بهش اعتماد بکنن. سرمایه انسانی و سرمایه اقتصادی در همه نظام دیکتاتوری در دنیا، در دنیای اونم دنیای امروز، قابل دوام نیست. چرا؟ برای اینکه دیکتاتوری فساد میشه. فساد نابکاری اقتصادی ایجاد میکنه. همین مسائلی که در ایران هست. والا هنوز پیروان آقای مارکسیسم در چین حکومت میکردن. خیلی هم از جمهوری اسلامی کارشون محکم تر بود. انقلاب فرهنگیشون هم که اینا آقایون از اون روی اون تقلید کردن خیلی جدی تر بود. روسیه شوروی خیلی محکم تر بود. چرا نموندن؟ دقیقا به همین دلیل که اقتصادشون خراب بود. اقتصادشون شکست بود. روسیه رو نه آقای ریگن انداخت و نه آقای پاسترناک. روسیه رو اقتصاد خرابش انداخت که روز به روز بیشتر به مردم دروغ میگفتن و مردم فقیرتر میشدن. به این دلیلی که من عرض میکنم جمهوری اسلامی میره. جمهوری اسلامی هم استثنا نیست. نظام سر تا پا فساد، ناکارآمد و از دل اقتصادی هم راهی برای برون رفت بحران در ایران.